سلام دارم خدمتی و تندارای گلم خواهران و برادران خوب و امروز در خدمت شما هستم با مسیج دیگری از خواهر ما که از کشور حالند بر ما زنگ زده و بر ما مسیج کرده که من دختری از مادری هست چهار تا اولاد هستم فعلا در کشور حالند زندگی می کنم و چهار تا اولاد دارم که چهار تا اولاد از خسرم هسته من عروسی کردم با بچه از همین آدم و ولی سالها در سریمه تجاوز کرد عزیزان بر من نوشته کرده عزیزان خواهره که من بر من نوشته بر من در ویس مسیج گفته که من دختری بودم بسیار دختر زیبا و بسیار دختر پرکار و بسیار دختر پر در بین فامیل نام داشتم از غذا پختن من از مقبولی و زیبایی ما و از تربیه خانوادگی ما میگه بسیار خواستگار داشتم از سن 13 سالگی که بر من خواستگار میامد میگه پدرم و مادم پیسدار بود تجار تاجیر قالین بود یعنی تجار قالین بود میگه قالین هم های همسایه می برد میگه بسیار خواستگار می میامد ولی پدرم میگفت نه دختر میال نمیتون بانوش که کلان شوم میگه خلاصه من 16 ساله شدم میگه نمی از قوم و فامیل برای من خواستار زیاد می آمد می نمی خسرم که حالی پدر همی اولادا هست می گه. این خانه ما رفت آمد داشت بسیار با پدرم دوست بود و همیشه پدرم که از خارج می آمد ایر می کل ما را ایدا می شد می گه میمان می کرد خانه ما می آمد ما خانه شان می رفتیم می گه من همیشه در چشم کاکا می گه من دست گیره می گرفتم این سر ما ماش می کرد یا مثال سر ما میکرد می گفتم میگم من ایره کاکا میگفتم خلاص هم میگه اینا آمدن رفتن در خانه ما من برای بچهش اول که میگه پدرم نمیداد میگفت من که که مادرم میگفت بچه ازی بسیار خمچیشم هستم ما نمیخوایم که دخترم در یک آدم تا آدم بیغلده من میخوایم که دخترم در یک کسی بتم که بچه تو ریند و بچه و و فامیده و تو نباشه که مثل زنا هر کس که وقتی یک مردم میبینه سرش پود میکنه میگه نام داشت که سرش به دم سر موبایل بود خو عزیزان شاید از زنا خوشش نمیامد. که از بچه ها خوشش می آمده. ما داریم در افغانستان در کل جای افغانستان بچه بازا زیاد است به خاطر این بچه بازای ای افغانستان اینا از زنا خوشش نمی اینم این اینا را بعضی از اینا که هستن اینا را پدرایشان اینا از مردا خوشش می از عزیزان اینا مثل همین بعضی ها که در خارج می که افغانای های ما در اگنام بعد اینا را ایزک میگن. این اینا رو خداوند دمی تو آست میکنه عزیزانی ما که اینا از زن خوشش نمیه اینا همراه مرد هستن میگه خب در کشور ما زیاد است از زیادتر امیتو تو چیزا در قنده ها هسته که نام داره قنده های ما یک مثال میزد یکی میگفت که در قنده که رفتی اگه هر چیزی کتاب غلطه اوش کده باشه از زمین ور نداری یعنی منظور که مردم مردای قنده هار که کسا ببینه که سرش خم است خدای نکرده سرش که خم میکنه اینا بسیار تو مردمی چیز هستن جندی میشن یک نفر مرد که ببینه نی طرف زنا میگه او تو نمیکنن طرف زنات تو سعی نمیکنن عزیزانی من میگه این همی 24 سرش در موبایلش بود خلاصه میگه اینا پدر ما کردن و با پدرم بسیار از اینا پیسه زیاد گرفت و مادرم ما هم از اینا بسیار تیکمیکه گرفت و میگه اینا آمد مرا شیرنی خوری کردن شیرنی خوری کردن میگه شیرنی که می چه تو گل میبرن و قند میشکن چاکلیت میبرن نه نمی تو تو کلان نه که دم ایت بوده گفته که ما دایید نفرها زیاد میاریم نفرها را یال ما شیرنی نمیکنیم نمی کنیم خود دختر همی تو میگه میگه اینا آمدن مرا شیرنی خوری کردن بعد از چند وقتی خوشویم آمد که امی بچه ما باید بیایی که می نامزادش رو ببینه که بچه ما بسیار شرمندوک است بچه آجیز, آجیز که نیه بچه بسیار شرمندوک است زنا را زیاد که میبینه از زنا گوشگیری میکنه همین زنش رو ببینه که همین کم خوب شد همه بچه کلان ممی است و خورد هم که خورد است میگم خوشویم همین تو گفت میگه خلاصه اینا دید آمدن ایران ما آوردن به اتاق دیگه میگه ای آمد کت پدر امنا سلام علیکی کردن و بعد از نانی چاشت که خوردن میگه ای مادرم گفت برو ده اتاق یک دا داد قوری رو ببین دیر نکنی که پدرت باز قار نکنه میگه گفت برو ده اتاق رو ببین کدام توفه مفهم برت آورده میگه ما رفتم در اتاق گفتم خوب نامزادم هسته دیگه برو ببینم میگه رفتم یه مو شد که من سلام علیکی کرد مثل یک بیگان ها که دست میتیم ما در کدام محفیل ها میریم من محفیل قوم ها باشه یا همه دوست باشه رس ما مردم مزار رس مسته که دست میتن میگه کنار گرفتم یعنی میگه کتزی من دست دادم و سلام علیکی کردم و میگه این دیگه ای چی دیگه همی سرش گوشیش میگه من کت خودم میگفتم میگه جمعه که بسیار یک دختری تو مثل ما که گپ میزنم هم تو پر میگه کد خودم میگفتم ما کم مقبول هستم این چرا طرف من نمیبینه هیچ تو مرد هست دیگه میگه خلاصه یک انگشتر از جیبش کشید ده پیش من انداخت گفت بیا اینه رو پدرم برات گرفته میگم ایران ماندم به خدا که هیچ تو به تربیه انگشتر جایی که دستم بتا خب رسم است که این پیش نامزادش میره انگشتر برش میتا که اینم برات خریدیم ببینم در دستت میره یا در دست اندازه هست یا نه کلان هستم میگه او رو انداخت خلاصه میگه ما او رو گرفتم میگه هیچ چیز نگفتم رفتم ای رفت میگه مام رفتم پیش مادرم مادرم از ما پرسان کرد که چی آورده بود برید جایی که از ما پرسان کنه که بچه چی تو بودی یا نا میگه از ما پرسید که بر چی آورده بود میگه انگوشتر نشان دادم که تو میدی گفت خود دستت برابر هست گفتم د پیش من انداخت گفت بیا پدرم خرید خب پدرش بچهش از زیاد دوست داره رفته پدرش خریده دیگه بچه میام که که تو دایی اخمای تا تو لبلوشه تو کشال شده میگه دیگه چی دیگه اخو لاسه ای میامد و همه تو میامد و ایده خانه همه و میرفتیم و یا همه تو میششتی اک سرشتم موبایلش کد کدام قنده هاری چپ میکنه نمیفهم مایوه میگم خونه میگه کد کدام کنده چپ میکنه خدا میفهم کد کدام از این نفرای پارلمان که هستن اینا هم بچه بازا بودن کت از این چت میکده خدا بهتر میفهمه که کت که چت میکده دختر میگه خلاصه یک سال و شش ماه مشینی خورده ماندم آمد مرا آروسی کردن بردن عزیزان دل میگه آروسی کردن یک شویخینه توی و اینا کلش دیر شد میگه Uh, مثل میمان میگه ما در خانه اینا خو بودم میگه دو تای ما یک جای خو بودیم میگه اینم می نه حس ای نه احساسی نه گب نه دیگه همه گونگوری در اتاق در میامد گونگوری پس بیرون میرفت میگه یک آن دفعه ما تو طرفش میدیدم میگفتم خدای ایج, ایج احساس در من نداره نکنم این مرا خوش نداره کدام دیگر خوش داره میگه تا اینکه یک روز اینا کلش میخواست میمانی بره حتی می شوهر میگه اینا کلش رفتن میمانی میگه مرا گفت تو را نمیبریم چون تو مادرت اینا آنو صدا نکردم میگه می خوش گفت تو باید در خانه بشینی که تا مادرت که میمان کرد بعد از اون ما که میمانی رفتیم تو را میبریم میگه اینا میمانی رفتن هم یک ساعت از ما تر تیر شد که خسرم در آمد میگه او یه ورق خورد اومد و پیش من مانده بودن میگه او را پشت یک چیز روان گفت برو میگه از پشت از در قلف کرد گفت هر وقت که در تک تکو و باز ما در میکنم میگه اینمی بچه شکی روان کرد میگه در خانه مرا در اتاق برد بانایی که بیا بریم پای ملغت کن میگه در اتاق که در آمدم میگه سرم تجاوز کرد ای تجاوز کرد میگه ای دامه پیدا کرد ای هر شو میگه بچش که نبود یا مثال بچهش میگه اینا زمیندار بودن در سرزمین کار میکردن میگه بچش سر زمین روان میکرد میگه نمیامد سرما تجاوز میکرد حتی میگه شوایی میشد از پیش زنش میامد بچهش از جایش میخستند به چشم میگفت که برو اونا و یک دفعه ببین فلانی چیز جا استا. گاو یا اسب و یا او را, را ببین باز ببین همون جا استا. باز اگر دیر آمدی همون جا کو هیچ خانه ای دختر بیدار نکو از خو میگه ده اونو با آنه ای لندگر شروان میکد میگه خودش میامد ده پیش میام میگه بچه اولم شد میگه دومم شد خلاصه میگه من در نظر خودم میگفتم که شاید بچهش نمیفامه اگه بفهمم یک وقت بفامه یک اگه بفامه خوب حتما یک اکس نشان میته اگه بفهمم شاید پدرش شا رو بکشم اگه من جایی که از خودم بترسم من زیادتر از اون میترسدم که پدرش رو میگه ولی ای قدر از خسرم نفرت داشتم ای قدر نفرت داشتم ای قدر چندشون میامد میگه امی که میدیدم و امی می 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 دستم که دا دستش میخورد بگو مرا برق گرفتم میگه ای قدر معزی بعدم میامد یعنی در نظرم میرسید که هر دفعه که در سرم تجاوز میکنه یعنی امو وقت میگه ما در دلم میگفتم ای کاش من امی قجورت میداشتم که ما کت کارت میزدم ترا را تیکه میگه می روز اول که در سرم تجاوز کرد مرا گفت چوب تا بگیر میگه ما گریان کردم که تو جای پدر میشی گفت چوب تا بگیر اگه صدای تا بکشی میکشم تا تو عوض میندازم در دا داخل عوز میگم خودکشی کرده یا ما نبودیم در خانه پایش لخشیده اینه در اون عوض مرده میگه دفعه اول مره اینه تو ترساند باز میگه بر من میگفت که من میگه پیش که می آمد که گریه می میگفت من از روزی که تو خورد بودی که مویای تو رینه تو لمس می ما از وقت عاشق تو بودم ما تو را برای خود گرفتیم بچه بی غیرت ما بچه ما زنه میکنه تو از ماستی هستی ما داشت میگفتم که نکایم خدا بچه بسته است تو چرای تو میکنی که ما نه اون نکا دروغ هستم ما نکای دیگه بسته کردیم میگه اینی در سر من تو تجاوز کردم میگم تو میرفت میگه بچه اول پیدا شد میگم من جرعت نمیکدم که میره در بچهش بگویم من در دلم میگفتم اگه من بگویم عمله کرد کدام وقتی رو زدن نکشم باز میگفتم در مادرم بگوییم، میگم در مادرم بگوییم، مادرم چی میگه میگم اما تو عمد تو خلاصه میگه یک روز میگه چهارشتی روز بود میگه آمد در خانه که بچهش از سر زمین مانده بود خودش آمده بود میگم ده گوش زنش, زنش, زنش گوشه کرد یک چیز گفت میگه من فامیدم که دوباره جانو جانم میایم میگه مرا دا در داخل خانه ده دا که برو پای مرا لغت کو کمر مرا لغت کو میگه مرا در خانه میبرد میگه در خانه مرا برد دوباره میگه شروع کرد کار خراب و همو کار مردارش میگه که یک دفعه که بچهش از در تک تک کرد میگه که در تک تک در دار قلف در از داخل خانه میگه تو زنجیر اکش انداخت میگه من دوی رفتم زنجیر در رو باز کردم که بانش که بیایی میگه بعدم میامد زد میگم بچهش آمد این استاد شد میگه نه بچه از این یک گب زد نه گفت چرا نه گفت که چی میکنین یا میگه این استاد شد میگه پدرش طرفش سعی کرد گفت چوب تا بگی گفت تو میخوای آبروی مرا در بین فامیل ببری تو استاد شده بیرو برای در بچهش گفت روش کرده باشی کس نفهمه، گفت من بین مردم آبرو دارم مردم بفهمه که بچه من نامرد است خب من این ای شرمندگی رو کجا ببرم تو که نامرد هستی نمی زن تا تالا کتش خواه اگه من تو نمی کردم، چی می شده یا اولادا میگه نامو شو این فامیده بود که می اولادا از دوستا که ایش گفت نمی زدن خلاصه ای... چی نگفت میگه رفت پس رفت میگه سرشم تا پایان اندخت میگه رفت میگه طرف من گفت که چرا دروازه رو باز کردی تو خیال کردی که بچه من نمیفهمم گفتم میفهمم من گفته بودم میگه ما دیگه از زمان شد میگه ما بسیار دیگه بد آمد میگه قدر بد آمد میگه رفتم یک روز بعد از امی اولادی دومم میگه بعد از امی اتفاق میگه روز رفتم در پیش مادرم در مادرم گفتم مادر جان ما یک چیز برد میگم نمیفهم چی تو کنم اینه تو گب هستم خسورم در سرم تجاوز میکنه میگه مادرم طرفم سعی کرد گفت وی بینی بریدگی گفتی تو گباره نزن گفت من زنیه ور دارم من قوم تایفه دارم دیگه دارم میخوای در دا بین فامیل آبروی ما رو ببری چور رو اگر از شوید خوشت نمی آیا چرای تو مده میزنی میگه اینا میره پدرم هم خبر شده بود که مادرم برش گفتم میگه پدرم می پدر دا هم مرا گوشه کرد گفت اوش کده باشه دختر گفت که تمیز تو رو در داخل شام اندازیم عزیزان من بعضی وقتا دخترهای ای ما اینمی خوهرهای ای ما که قربانی میشن این همی تو مورد تجاوز و اذیت و آزار قرار می گیره زیادتر از این فامیلا هستم از دیست این پدر نااهل و این همی مادر بفکر هستن اگه همی مادر که دخترش, تو امی دخترش هم تو بگو امی همی دخترش گوشه کنه امی از دخترش پرسان کنه امی دختر چرا دروغ بگویم؟ خودش میگه میگه من گفتم مادر جان ما چرا دروغ بگویم گفت تو از روز اول از همی خوشت نمی آمد گفتی یالی دو تا اولاد کده تو میگی گفت ما روی موی دما نمیمانی اگر تو بگویی ما بینی ما را بریدی میگه دیگه ایچی درد ما در درون مخوردم آمدم خلاصه اولاد سه اوم پیدا شد چهارمی را عامله شدم میگه نمی یک روز بچهش آمد گفت که من در اردوی میلی میرم میگه پدرش گفت برو در اردوی میلی برو من جای تو یک کارگر میگیرم گفت برو بشیم یعنی میدان بیخی اله شد دیگه که من بیخی امی کشته شوه میگه خوشویم قدر مرا بعدش میامد چون خویش دم میگه کت خوشویم نبود اینمی که بچهش که رفت دیگه بیخی میگنم نمی جایش کت ما بود میگه در خانه فقط کسی که میدید که ما رقم آروس و رفتار میکرد میگه کس که نبود ما بودم میگه اینا میسه زن شوری میگه می خوشویم در دو دیده قبول نداشت ولی از دانش نمیتانست بکشم میترسید که مردکه می گفت میکشم دخترش هم میگه آروسی خلاصه خلاص هم میگم بچه بعد از شش ماه میشور من که مدنی کاش بودم این کشته شد در ارده ملی، میگه که کشته شد مرده ای را اردن بعد از چند وقتی میگه خسارم تصمیم گرفت گفت در افغانستان زندگی کردن بسیار سخت است میرم همیه امیر. کم زیاد زمینار سودا میکنم میرم در ترکیه خانه میخرم اول تو را میبرم امرای اولادایت باز میای میزنه کتی امی بچهش میبرم میگه دختر شده شوی داده بود گفت امرای هم میبرم با هم در ترکیه زندگی میکنیم میگه یکم زمین ممنش از سودا کدی پیسه داشت میگه ما را گرفته ویزا گرفته ما را گرفته کتی اولادایم ترکیه آورد میگه در ترکیه اینمی میگه تو یک کارای میکرد میگه میرفت رشت شکل میکرد و در خودش میرسید و میگه هرچند که پیر بود میگه بسیار در خودش میرسید که من ما جوان بودم که اگه انجایی که کتی ما میرفت که مردم نگوید که چی اورو رو میگه یک روز یک خانم افغان که همسایه ما بود میگه ای زن در ایران کلان شده بود و میگه بخی لحجه زی من ایش نمیفهمیدم که افغان هستم خودش خودش اگه معرفی نمیکردی برای من که من افغان هستم. ما باورم نمیشد میگه یک روز همین کتم سلام علیکی که آمد در خانه ما میگه نبود. بود آمد گفت که تو ای چی پیر هستم میگه اما تو خنده کده گفتم شویم شوی نیستم خسرم هستم گفت خسرت هستم اولادات که پدر میگه؟ گفتم ما و خاطر که پدرشان کشته شده همی تو اولادای میره پدر میگه می 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 گفت کل کلگی خیال میکنه که شویت تسته گفتم نه خسرو مسته گفت کس کس گفتو تو, تو را لد و کوب میکنه میگه می لد میکد مره من گفتم آه لد میکنه گفت وی خوارک میگه ما گفت گفت ترکیه کس کسه گفت توی افغانستان بود و جا تو لد میکده تو را لد کد دگیر پولیس برتشه. ای که رفت ما خودم گفتم کاش که مرا لط میکردی سال هاست که از من سر من تجاوز میکنه ای از ما استفاده میکنه سال هاست که این مرا برای خودش یک, یک برده گرفته من برده از بویگین هستم نستم نسوار کشی پدر میگم در دلم گفتم میگه امی زن دم من گفته بود که هر دفعه هر کاری که داشتی در من بگو ما کمکت میکنم میگه روز دیگه شرفتم و میره صدا کدم گفتم خانه ما میایی ما کار دارم امروز آمد گفتم خانه ما میگه گفتم که آه من میخوایم روز یک روز دوباره بو یک روز بگویم که خورجان که مسال هاست در اینمی در درد در 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 میسوزم گفت او بگو گفتم اینمی چهار تا اولادم از مردکه است از روزی که مرا توی کرده کی در سرم تجاوز کرده گفت بچه نامردش کجا بود گفتم او بچه شنید تو بودیش طرف مسای کرد گفت پای خدا او مرد نبودم گفت چرا طلاق گفتم رفتم در مادرم گفتم مادرم اینی تو گفت پدرم فامید پدرم اینی تو گفت دیگه ماندم دردم در درونم خورده گفتیش ایش نزن بانش یالی کن وقت شده فردا صبح من تو رو میبرم در دولت ترکیه شکایت کن گفت در بچه هایتان بچه هایتان بر بچه هایتان بگو که این امی مرا بر بچهش آرسی کرده بود ولی در سر من تجاوز کرده بود اینه تو شد که بچه کلان هستم اگه بچه هم سیزده ساله و بود وقت میگمه ما که می خودم گفتم چی تو کنم میگه گفتم بان کمی کینه مزی میگیرم یا کشته میشم یا بالاخره می در دادم یک میرسم میگه ای شو روز میرفتم بگار ادم رستوران ها گم بود و دیگه جای ها چکر میزد و خدا میفهمه کدام زنایی دیگر پیدا میکد و میگه شو آمد میگه خلاصه شو تیر شدم شو هم که ما تیر کردم کد از این میگه کد خودم میگفتم خدایا میشم من یک دفعه همین قصاص من از تو بگیرم میگه صبحش این همی زن یکم هم بر آمد میگه زن آمد گفت بیا بیا زود میگه من گفتم من از دولاداییم نگفتیم گفت خیر است بیا بریم که من تو را ببرم میگه رفتم رفتم میره در دولای ترکیه میگه شکایت کردم میگم کلی چیز بر من ترجمان گرفته بود میگو گفتم میگه دولت ترکیه کت ما میگه پولس روان کت میگه در خانه مردکه که آمد مردکه رو گرفت میگه اولادای های رویش طرف مکت که چرا پدر ما رو پولیس برده میگه بچه کلان ما شانده میگفت بیشی این ما بر قصه کنم اینی رو که برده پولیس یا ما برد میگه تو ما گریان میکدم در پیش بچه کلان رو میگفتم میگه باور و خدا کنین بچه کلان کار گرفته بود میگفت ما رو میگه بی کل داستانم ما در قصه کردم در این دختره کم در بچه هم گفتم گفتم اینو می کل تا نزی هستیم چون در سرم در زور تجاوز کرده هیچ کس خبر نداشت تا اینم این روزا مردم خیال میکنم من عروس ازی هستم نه از من استفاده میکنم میگه ایره را زندان کردن پلیس ترکیه بلاخره چند وقتی که ای در زندان میبوده بوده را بعد از اون شده پورت میکنم عزیزانی ما کاش امیر ادام میکرد کاش که امیر تیکه تیکه میکرد کاش کمی در روزنامه های ترکیه میرفت ای این امیر من میگم پول داده خودش ایلا کرده پیسه محیسه تیر کرده هر چی کرده که خودش ایلا داده نمیفهمم که چطور ایلا شده ای رفته پس کابل میگه بعد از چند وقت ما فهمیدیم که کابل رفته میگه ما از ترس میگه خودیمی که در این یونیسی اینا نام کرده بوده اینا رو گفته خانه چنج کنین که شما در خطر هستین ممکن است که این مردک بیا کدام وقتی کدام بلا در سرتان بیاره عزیزان دل اینا خانهشان چنج میکنه و بالاخره اینا کیس داشتن در دا یونیسیار ای اینا رو بعد از دو سالی میشه که سه سال اینا بودن اینا رو میفرستن در کشور خالند اینا رو روان میکنه عزیزان دل این خواهر ما میگه من یک روانی تمام ایار میگه یک دیوانه هستم که هیچ نمیتونم فراموش کنم که خودم میگم چرا یک زندگی یک دختر در افغانستان اینطور تبا میشه عزیزانی ما تنها دختری نیست که اتفاق برش میفته چند وقت پیش دختری را که پدرش در سرش تجاوز کرده بود چند تا اولاد از پدرش داشت به نظر من دو تا اولاد داشت یا سه تا اولاد داشت ما دقیق ما امینا را در اخبار کابل دیدم عزیزان ما عظیم از این نکبت های جامعه لک های ننگ جامعه افغانستان ما زیاد داریم ولی ما چی میکنیم خود ما همیشه خود ما را در گونگی میزنیم در کری میزنیم دلالی در لالی میزنیم این رو مردم خبر نمیشه کس خبر نمیشه که این آشوایی شوه و اینا دستگیر شوه اینا را گیر پلیس بیتن ما خدا نکنم ما که دمی کشور امریکا هم از اینا بوده باشم هستن عزیزانی من این حالی من چون تایم ما کم است اینمی یک روز یک دوست ایرانی من بر من تعریف کرد گفت ما و شوارم از موتر گفت ما در یک ساختمان زندگی میکنیم چند تا افغان ها گفت یک روز دمی از موتر پایان شدیم دم پارکینگ گفت که یک مرد گفت همی تو دور خورد که دمی سیلی دمی روی زنش زد گفت باور میکنی اگر زن از موتر نمیگرفت گفت یک ده تا ملاق میخورد گفت شوارم دوید رفت جلوش که چرا میزنی؟ میگه سیلی دیگارم زد که شوارم رفت گفت چرا میزنی میگه زنک خودش اتکاند گفت تو چی؟ میزن شعر ماست. عزیز ما ما خود ما اینه تو دا ما دخیری میزنیم خود ما. اینه تو بیخی همین خوری میگه خوری شدیم. بعضی زنای ما دور از کلمه مثل ایوان است خوری میشن. امی میگم امی زن ایرانی قسم میکنه میگه ما و شعر منم تو ماندیم. گو شعر ماست اختیار ما داره. آخی یعنی چی که اختیار تا داره گاو گاوی بیش از خودم. چطور انسان هستی یا تا ایوان است که تو رو تو بزنه؟ عزیزان از زیادتر نمی زنا که زیب دانش بسته میکنه برای آبرو ولی آبرو نیست عزیزان من این یک خفت و خاری است که پدر در سر دختر تجاوز کنه خسور در سر تجاوز کنه از برای خدا در کجا کدام جای دنیا دیدین به خدا یهودی کار نمی کنه به خدا مسیحی نمی کنه ایندو نمی اینمی کار بدین نمی تنها کی میکنه کنه مسلمان ها اینمی ای میرا اینا مردای ریشکی ای مردای چتلای افغانستان میکنه دور از خوبای ما باش خوبام ده خودشان ده بگیرین من ده قصه تا نیستم میگم مثل چند وقت پیشم گفتم اینمی میرا عزیزان فقط کی میکنه دمی امریکا اگر کدام کسی نمیتونه اینا ده گیر پلیس میتاینه مردم امریکا بسیار خوب عادت دارن به خدا چیزی جورش کنه ولی مردم افغانستان نمیکنه میگه آبروی میره سال ها دمی خفت و خاری زندگی میکنه عزیزان من عزیزان من دوباره در خدمت شما هستم با ویدیوهای بعدی بعدی من خدایا رو نگهدار شما